زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از استکهلم با ما همراه شدن. خانم باقری شاد، ما شاهد هستیم که هرچه مطالبه زنان برای آزادی پوشش بیشتر میشه، خشونت حکومت علیهشون بیشتر میشه. تو این شرایط چه واکنشی رو فعالین مدنی میتونن داشته باشن؟ اولا من تأثیر عمیق خودم رو اعلام میکنم از این اتفاق و این سرکوب، شدیدترین شکل سرکوب زنان در جامعه ایران که فقط یک موردش حالا امروز رسانه ای شده و دهه هاست ادامه داره. ببینید، من ایران زندگی نمی کنم، نمیتونم برای کسایی که داخل ایرانن جامعه مدنی ایران نسخه بپیچم. اونا مسیر رو به درستی خودشون پیدا کردن، اما فقط میتونم یک مثال بزنم از جامعه غیر از ایران که چطور در ایتالیا چطور تونستن با مبارزه مدنی در زمینه خشونت‌های ناموسی به اصطلاح دولت ایتالیا رو برای تصویب قوانین و مجازات قتل ناموسی به عقب برونن. دهه ها طول کشید، نزدیک 40 یا 50 سال این مبارزات، و فقط فمینیست ها و اکتیویست ها نبودن که در این زمینه مبارزه کردن. نویسندگان، سینماگران ایتالیایی مثلا پازولینی خیلی نقش موثر داشتن. فیلم هایی ساخته شد درباره کنترل زنان، خشونت های منتسب به ناموس که در ایتالیا اتفاق می افتاد، و خود پازولینی مصاحبه هایی را در سراسر ایتالیا انجام داد در این زمینه. اینطوری نبود که تمام بار مسئولیت به عهده فمینیست ها و اکتیویست های جامعه مدنی باشه. اکتورهای اجتماعی مثل سینماگران، هنرمندان، ورزشکاران، همه در مبارزه چند دهه برای اینکه فشار بیارن به دولت از طرف جامعه مدنی برای تغییر قوانین نقش داشتن. در این حال از امتیازاتشون اون افراد استفاده کردن. افرادی که در جامعه ایران از امتیازات بیشتری به عنوان هنرمند برخوردارن، به عنوان ورزشکار برخوردارن، وقتی در جشنواره‌های خارجی می شرکت میکنن، جشنواره سینمایی، فرصت رو باید ازش استفاده بکنن برای اینکه از سرکوب زنان صحبت بکنن. اما نه تنها این اتفاق نمیافته، نه تنها فقط یک پلاکارد از زنانی که الان دارن در خیابان‌ها در دل آتش مبارزه می‌کنن و کشته میشن بالا گرفته نمیشه جلوی این دوربین‌ها، بلکه اینها اون حجاب که نماد سرکوب زنان در جمهوری اسلامی هست رو حفظ می‌کنن. و مثلا خانم لیلا حاتمی وقتی روسریش در جشنواره ونیز می‌افته، دوباره می‌بینیم سرش می‌کنه، اونجایی که گشت ارشاد هم وجود نداره. بنابراین این کار، اینکه جامعه مدنی چطور باید واکنش نشون بده تا تغییر ایجاد بکنه، به سادگی و در کوتاه مدت اتفاق نمیفته، ممکنه چندین دهه طول بکشه و فقط هم بارش نباید بر عهده فمینیست ها و اکتیویست ها باشه. بله، حالا مقایسه بکنیم برخورد خشن گشت ارشاد و با نمونه مشابه خارجیش، هم اتفاقی که برای جورج فلوید افتاد و توسط پلیس کشته شد. اون زمان هم ما دیدیم که علی خامنه‌ای و بسیاری در حاکمیت واکنش نشون دادن به کشته شدن جورج فلوید. چرا الان از اونها واکنشی نمیبینیم؟ اینکه از اونها چرا واکنشی می‌بینیم که مشخصه، به خاطر اینکه اونها خودشون منشأ ستم، سرکوب و ظلم علیه زنان هستن. این ظلمی که امروز علیه جینا یا مهسا اتفاق افتاد، یک ستم سیستماتیک جنسیتی هست که خود خامنه‌ای و دیگر سردمداران حکومت جمهوری اسلامی اون رو بنا نهادن بر عهده زنان. اما در باره واکنش جامعه یک چیز رو میتونم بگم، اینکه بحث پینک فلوید در جامعه آمریکا به این دلیل این واکنش عمیق رو از سوی جامعه در بر داشت به نظر من، چون بحث تبعیض نژادی در آمریکا تو جورج فلوید هستش. خانم باقری ببخشید چی گفتم؟ پینک فلوید گفتید. ببخشید، جورج فلوید. به این دلیل که حساسیت درباره تبعیض نژادی در جامعه آمریکا بالاست در اون جامعه، ضمن اینکه دموکراسی هم پایه‌های قدرتمندی داره، و بنابراین هر دوی اینها در ترکیب با هم منجر به اون واکنش گسترده از سوی جامعه شد. اما بحث ستم جنسیتی علیه زنان، خشونت علیه زنان در جامعه ایران به مسئله اصلی تبدیل نشده برای جامعه. نیمی از جامعه که مردان اگر باشن نسبت به این مسئله واکنش نشون نمیدن، مسئولیت رو کاملا بر عهده زنان و فمینیست ها میدونن. در خود زنان هم، در بسیاری از زنان که از امتیازات طبقاتی اتنیکی برخوردارن، ما واکنش درخوری نسبت به حتی بحث خشونت علیه زنان نمیبینیم. اگر هم بخشی از خشونت علیه زنان به مسئله بخشی از جامعه تبدیل بشه، مسئله زنان در مرکز هست. ببینید، یک زن کرد، جینا، وقتی میاد تهران توسط گشت ارشاد ضرب و جرح میشه. یعنی گشت ارشاد قطعاً
در نظر میگیره که این یک زن کرده به گروه اتنیکی تحت ستم تعلق داره و فکر میکنه که چون حقوقش در بحث اتنیکی هم مورد ستمه، ممکن خشونت جنسیتی شدیدتری هم بهش روا بداره. پس در این زمینه مطالبات جامعه مدنی فقط نباید روی بحث خشونت جنسیتی متمرکز بشه، ما بحث ستم طبقاتی و اتنیکی به زنان رو هم باید در این زمینه در نظر داشته باشیم اگر بخوایم حساسیت ها رو نسبت به بحث زنان بالا ببریم. سپاسگزارم از شما زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان که از استکهلم با ما همراه بودیم.